گلاسیا سلام، امروز از سبک تنسیم کم فاصله گرفتیم چون خیلی گفته بودید سبک‌های دیگر هم بیاریم توی کانال و میخوایم یکی از بهترین فیلم‌های کمدی، درام، تراژدی دنیا رو ببینیم، یعنی Another Round. این فیلم با بازی مد نیکلسن ساخته شده که بازیگر اصلی سریال هانیباله. فوق‌العاده است این شخص، اصلا انقدری اکت صورتش، حرف زدنش، همه چیش انقدر خوبه که شما رو کاملا تو فیلم فرو میبره. بریم ما فیلمو ببینیم، حواستون به اسپویل کامل شب باشه. با شروع فیلم جمله ای از کیرگارد روی صفحه شکل میگیره. جوانی چیست؟ یک رویا. عشق چیست؟ محتوای یک رویا. به شهری میریم و دختر پسرهایی رو میبینیم که دارن کلی خوش میگذرونن. حسابی مستن و دنیا به یه ورشون هم نیست. روز بعدی به مدرسه این منطقه میریم که چند تا قسمت مختلف از سنین کم تا کالج داره. شرایط کاملا برعکس شب قبله. جلسه ای شکل گرفته که حمل مشروب به مدرسه حتی توسط معلم ها و کارکنان هم ممنوع شده. شخصیت اصلی فیلم هم میبینیم. یه معلم تاریخ به اسم مارتین، معلم ورزشی به اسم تامی، معلم روانشناسی مدرسه یعنی نیکولای و در آخر هم معلم موسیقی مدرسه پیتر. این چهار نفر رفیق صمیمی همن و هر کدوم به شکل خودشون کلی مشکل دارن. چیز مشترکشون هم اینه که نمیتونن با دانش آموزه مدرسه ارتباط بگیرن و خیلی کلاسشون خسته کننده و مسخره میگذره. از اون طرف هم مارتین با خانواده‌اش اصلا خوب نیست و بینشون کلی فاصله افتاده. مدام دعوا دارن و همسر مارتین یعنی انیکا مدت هاست باهاش وقت نگذرونده. چون انیکا کارش تو تایم شبه و زمانی که یکیشون خونه است اون یکی نیست. یه شبم انیکا به مارتین میگه خیلی وقت عوض شدی و انگار دیگه نمیشناسمت. روز بعدی هم تو مدرسه والدین بچه‌ها جمع شدن تا از مارتین گله کنن و میگن به خاطر کلاس مسخره‌ات نمره بچه‌هامون خیلی پایین اومده. شب که میرسه مارتین زل میشه تا به تولد معلم روانشناسی مدرسه یعنی نیکولای بره. وقتی هم از انیکا میخواد کرواتشو ببنده این زن بدون هیچ توجهی از اتاق خارج میشه. خلاصه که توی تولد شبم میبینیم این چهار تا رفیق به رستورانی رفتن و مارتین خیلی وقت مشروبو ترک کرده. به اصرار رفیقاش تصمیم میگیره دوباره این کارو انجام بده و امشبو مست کنه. این وسط نیکولای یه تئوری روانشناسی و فلسفی رو از زبان یه فیلسوف معروف بیان میکنه. بدن انسان از زمان تولد به صورت روزانه نیاز به مقدار خیلی کمی نزدیک به 0.5% الکل داره تا بتونه به بهترین شکل ممکن فعالیت انجام بده. بقیه هم اول مسخره میکننش اما کم کم کنجکاو میشن. مخصوصا که نیکولای میگه این 0.5% باعث میشه آدمها قویتر، شجاعتر و خفنتر بشن. یکی هم از زندگیشون حرف زدن و همشون به مارتین میگن تو اعتماد به نفست خیلی پایینه و باعث میشه دانش آموزا به توجه نکنن. دیگه کلی مست کردن و مارتین میفته رو فاز گریه. از خانواده‌اش که داره میپاچه صحبت میکنه و میگه زنمو اصلا نمیبینم، بچه‌هام حتی باهام حرف نمیزنن. دوستاش میگن واسه اینه که خیلی عوض شدی، دوران دبیرستان که میشناختیمت خیلی انرژیت فرق داشت، همش خوشحال بودی و میرقصیدی، رقصت تو کل مدرسه معروف بود و همه تو رو الگو قرار میدادن. تا دم صبح کنار هم خوش میگذروندن، حتی مثل بچه‌ها تو پارک بازی میکنن و مارتین از ته دلش بعد مدت‌ها خوشحال و میخنده. روز بعدی هم مارتین تصمیم میگیره تئوری که نیکولای گفت رو امتحان کنه. برای همینم یواشکی میره تو دستشویی مدرسه و یه مقدار کمی الکل مینوشه. وقتی میره سر کلاس همه چیز عوض میشه. به قدری قشنگ و جذاب حرف میزنه که دانش آموزا برای اولین بار با جون و دل بهش گوش میدن و پا به پاش راه میان. برای کلاس از دوستش نیکولای میخواد که پشت فرمون بشینه چون خودش مست و با خوشحالی تعریف میکنه چقدر همه چیز امروز فرق کرده بود. دوتای قضیه رو به دوتا دوست دیگه‌شون هم میگن و یه تصمیم بزرگ میگیرن. اینکه یه تحقیق روانشناسی انجام بدن و این قضیه رو برای مدت کوتاهی امتحان کننش. نیکولای مسئول نوشتن این تحقیق میشه و قرار میشه فقط تو زمان تدریس مست کنن تا به زندگیشون آسیبی نرسه. ولی خب زیاد پای این حرف نمیمونن. مثلا نیکولای 3 تا بچه داره و خیلی خونه‌شون شلوغه. برای همین هم همین شب یه مقدار الکل میخوره تا بتونه شرایط رو تحمل کنه. روز بعدی مارتین اولین کسیه که دقیقاً به اندازه 0.5% الکل تو بدنش میریزه و میره سر کلاس. حالا همه دانش آموزا مشتاق معلمن و مارتین هم سبک جدیدی رو شروع میکنه. مثلا یه سری فکت در مورد یه انسان دیگه، اینکه خیلی روحیه طرف خوبه، موسیقی تمرین میکنه و کلی چیز این شکلی. دانش آموزا باید حس بزنن این طرف کیه و برخلاف انتظار همشون بزرگترین دیکتاتور تاریخ همه این ویژگی ها رو داشته. معلم موسیقی هم پیتر رو همین درصد خودش رو نگه میداره و اونم یه سبک تدریس جدید به وجود میاره. وقتی قضیه رو به نیکولای میگن اونم دقیقا همینا رو تایید میکنه و حس میکنم بزرگترین کشف دنیا رو انجام دادم. دوست دیگهشون تامی هم سر کلاس ورزش و تو بطری آب شرکل ریخته. برای اونم شرایط عوض شده و میبینیم یکی از دانش آموزاش که عینکی هم هست توسط هیچ کس تو تیم انتخاب نمیشه. انگار خیلی عادیه چون کسی نمیخواد باش بازی کنه.
اما تامی دست اونو میگیره و خیلی حواسش رو بهش جمع میکنه تا بهش خوش بگذره و کلاس ورزش رو دوست داشته باشه. عصر این روز مارتین میفهمه درصد الکلش تقریبا صرف شده و یه لیوان شراب میخوره تا باز ولتش بالا. بعدم جلو همسرش میشینه و به اندازه همه مدتی که ندیدتش باهاش حرف میزنه. انیکا هم خیلی خوشحاله و حتی برنامه یه سفر خانوادگی میریزن. همین شب سرایدار مدرسه تو سالن ورزشی یه بطری پیدا میکنه و خلاصه که روز بعدی همه جا میپیشه یکی از معلم ها مشروب آورده. واسه همینم هم مدیریه صحبت کلی ارائه میده و تأکید میکنه که ورود این به اینجا ممنوعه. بعد این جلسه چهار تا رفیق جمع میشن تا شرایط رو باز بررسی کنن. نه تنها حاضر نیستن این کار رو تمام کنن، بلکه مارتین پیشنهاد میده یه مقدار درصد ببرن بالاتر، به خاطر اینکه نیکولای میگه اصل تحقیق اون جمله فیلسوف جور دیگه ایه. اصلش اینطوریه که اگه آدما بتونن اونقدری الکل بخورن که مست نشن، یعنی دقیقاً روی مرز مستی و هوشیاری وایسن، بهترین شکل ذهن و زندگیشون رو میگذرونن. اما خب معلوم نیست دقیقاً چقدر لازمه تا به اون مرز برسید. از روز بعدی هم تصمیم میگیرن هر کدوم بفهمن چقدر باید بنوشن تا به این حد برسن. مارتین برای تمرین درس که باید بده شروع به نوشیدن میکنه. خیلی هم خوب برنامه تدریسو میریزه و هر لحظه ایده هاش بهتر میشن. وقتی میرسه مدرسه بیش از حد خوشحاله و چون حواسش نیست با کله میره تو دیوار. مشخصه مارتین یکم زیادی خورده. یکم که حالش بهتر میشه و دوزش میاد پایین میره سر کلاس و موفق میشه درسو مثل روزهای قبلی حتی بهتر پیش ببره. به حدی که با پایین کلاس همه براش دست میزنن و تشویقش میکنن. نیکولای میاد پیش مارتین و میفهمه الان مقدار الکلش دقیقاً روی 1 و حالش خیلی عادیه. برای همین خودش هم سری میره و یکم بیشتر میخوره تا به این حد برسه، چون میخواد مثل مارتین رفتار کنه. موفق هم میشه و این جلسه کلاسش خفن‌تر از قبل پیش میره. با پایان کلاسش هم همراه مارتین و پیتر به زنگ ورزش تامی میرن که اونم خیلی خوب داره کلاسو پیش میبره. حتی اون پسر عینکی که هیچکی تو بازی راهش نمیداد موفق میشه به خاطر تشویق‌های تامی یه گل بزنه و همه حسابی براش دست میزنن. هر روز برنامه‌شون همینه. یه روز پیتر دانش آموزش رو میبینه که تنها نشسته و گریه میکنه. دانش آموزی که امتحان داره و خیلی میترسه گند بزنه. پیتر هم پیشنهاد میده قبل امتحان یه پیک بزن، اعتماد به نفست بره بالا و بهتره کن. زمان تعطیلات میرسه و مارتین و خانواده‌اش به یه سفر کمپینگ میرن. بعد مدت‌ها هم کنار هم دارن خوش میگذرونن، میخندن و حتی موقع خواب انیکا اشک میریزه و به مارتین میگه امروز مثل قبلنا خوشحالم که دارمت. دوباره مدرسه ها شروع شدن و این چهار تا رفیق دور هم جمع میشن. نیکولای میگه من میخوام دور زمان ببرم بالاتر. میخوام دقیقاً به اون مرز برسم. اولش مارتین مخالفه و میگه باید قضیه رو تمومش کنیم چون الان دیگه حالمون خوبه. اما وقتی میفهمن خانواده نیکولای قراره امروز برن جایی و خونه رفیقشون اوکیه تا این آزمایش رو امتحان کنن، با نیکولای موافقت میکنن. امشب هیچ محدودیتی ندارن و میخوان تا میتونن مست کنن. حالا الکل خونشون به 1.8 رسیده. همه جا رو به هم میریزن، تو خیابون عربده کشی میکنن و گند میزنن به مغازه ها. حتی به یه بار میرن و میبینیم پیتر کاملا لخ شده. نصف شب هم هر کدوم میرن خونشون. نیکولای با حالی داغون کنار همسرش روی تخت میفته. به قدری حالش بده که یه روی تخت دستشویی میکنه. همسرش هم جیغ میکشه و با خجالت از اتاق میاد بیرون. حتی به نیکولای میگه تو خیلی خطرناکی و من و بچه ها میریم خونه خواهرم، هر وقت بهتر شدی برمیگردیم. مارتین هنوز به خونه نرسیده و نزدیک صبح یکی از همسایه‌ها به پسرش زنگ میزنه. اونم میاد و مارتین رو کف خیابون جمعش میکنه. خیلی به خاطر رفتار پدرش خجالت کشیده و شب که سر میز شام میشینن انیکا و مارتین تنها میشن. دعوای بعدی شکل میگیره و انیکا میگه تو دیگه خودت نیستی، همش با دوستات بلدی خوش بگذرونی و فقط بیا به رویت برامست. انقدری بحث بالا میگیره که مارتین با عصبانیت از خونه خارج میشه. شب دوباره چهارتای خونه نیکولای جمع شدن. این بار همشون دپرسن چون شب قبلی به زندگیشون گند زده. اصلا بهشون خوش نمیذاره با پریدن مسی تصمیم میگیرن این قضیه رو برای همیشه تموم کنن، چون الکل زندگیشون رو به فنا داده. روز بعدی مدیر مدرسه جلسه ای تشکیل میده. میگه به ما آمار رسیده چند تا از معلم‌ها هنوزم بعد این همه تهدید ما قبل تدریس مست میکنن و این غیر قابل قبوله. تامی معلم ورزش همین لحظه به جلسه میرسه و از رفتارش هم معلومه حسابی مسته. همینم هم باعث برخورد شدید مدیر میشه و تقریبا اخراجش میکنن. مارتین سر این دوستش رو به خونه میرسونه. وقتی حال تامی بهتر میشه از دوستاش حسابی تشکر میکنه و میگه نگران من نباشید، حالم خوبه. برام به مارتین میگه مطمئنم یه روز با انیکا مشکلتون حل میشه و برمیگردید به هم. میبینیم که مارتین و انیکا هم بعد مدت‌ها با هم قرار میذارن تا صحبت کنن، قراری که دلیل اصلیش صحبت به خاطر طلاقه. مارتین به هم ریخته است و میگه من همه چی رو درست میکنم فقط بمون. اما انیکا به زور میزنه و میگه ولی من دیگه دوستت ندارم. برام از اونجا میره و مارتین بهت زده سر جاش میشینه.
آخرین جلسه مدرسه قبل امتحانهای پایین ترمه و دانش آموزای مارتین ازش تشکر میکنن چون زندگیشون رو تغییر داده و نمره هاشون هم خیلی بالا رفته. بعدم قول میدن امتحان نهایی رو قبول شن و کاری کنن مارتین بهشون افتخار کنه. پیتر معلم موسیقی زمان امتحان دانش آموزاش رسیده و همون پسر استرسی رو میبینه. یواشکی میره سمتش و بهش یه نوشیدنی میده تا یکم در سرش بره بالا. همینم هم باعث میشه امتحانش رو به بهترین شکل بده و قبول شه. تامی رو میبینیم، معلم ورزشی که حالا بیکاره و آبروش پیش همه مردم شهر حتی خانواده‌اش رفته. با سگش سوار قایقی شدن و سکانس بعد دانش آموزای مارتین رو میبینیم که امتحانشون تموم شده. مارتین با خوشحالی خبر میده همتون قبول شدید و اونام با خوشحالی بالا و پایین میپرن. در همین حال میبینیم که سگ تنها روی قایقه و دیگه خبری از تامی نیست. مارتین تو حیاط مدرسه داره به خوشحالی دانش آموزش نگاه میکنه و نیکولای میاد سمتش. چیزی میگه که هر دو به شدت به هم میرسن. سکانس بعد یه مراسم سوگواریه و میفهمیم دوست صمیمی ستاشون یعنی تامی خودش رو توی دریا غرق کرده چون دیگه طاقت نداشته. تو خاک سپاری دانش آموزی که تامی خیلی مراقبش بودن میاد و با ناراحتی گل روی تابوت این مرد میذاره. همین روزان تولد پسر مارتینه و سر جشنش مارتین پیامی برای اینیکا میفرسته که دلم برات تنگ شده. چون پسر مارتین دانش آموز همون مدرسه است و سر تولدم اتوبوسی میاد و همه دانش آموزا اونجان که قبولم شدن. دارن حسابی جشن میگیرن و خوش میگذرونن. سه تا معلمم با خوشحالی میرن دم در تا ببیننشون و همین لحظه پرمی برای مارتین میاد. اینیکا نوشته منم دارم برای تن شده. خلاصه که مارتین میره بیرون و حالا ستایی پا به پای دانش آموزهای قبول شده خوش میگذرونن. حسابی هم مست میکنن و مارتین شروع به رقصیدن میکنه. میرقصه، رقص که پر از هیجان، شور و عشقه. انگار برای اولین بار ته دل داره میخنده و آزاد شده. بقیه هم حسابی دورش کردن و مارتین کنار دریا وامیسته. با خوشحالی فریاد میکشه و میپره توی آب. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. Another Round به نظرم یکی از تاریک ترین پایان ها رو داره اگر برید نقد و بررسی هاش رو بخونید. خیلی جالبه که از هر قشر جامعه ای باشی این فیلمو اولش یه جوری میبینی. یه سری ها هستن وقتی نگاه میکنن میگن عجب فیلمیه، داره مشروب خوردن رو رواج میده، داره میگه که خیلی خوبه. یه سری ها میگن که چقدر خفن، داره اینو رواج میده و بالاخره داره عادی میشه. یه سری دیگه میگن که چقدر خفن، داره وسطش تغییر میکنه و چقدر دیدگاه آدما رو عوض میکنه. خلاصه که هر کسی با دیدگاه این فیلمو میبینه و نقد و بررسیاش که بخونید پایان بندیش خیلی حرفای مختلفی در موردش زده میشه. به نظر من نکته جالب فیلم همین تغییری هست که واسه اتفاق میفته. یعنی ما از اول فیلم این چهار تا رفیقو میبینیم که میان شروع میکنن با یه دوز خیلی کمی این کارو جلو میبرن و خیلی قشنگ نشون میده که هیچ کسی نمیتونه دوزشو پایین نگه داره. ذات انسان یه ذات تکامل طلبه، یه ذاتیه که پرفکشنیسته، همیشه دنبال کمالگرایی میره و وقتی که از یه چیز خیلی کم شروع میکنه رفته رفته هی یه کنجکاوی توش شکل میگیره که اگه بیشتر کنم چی، اگه بیشتر کنم چی، و کم کم بدن آدمه که به اون دوز بالاتر عادت میکنه، اصلا پایینتر هیچ تغییری توش رخ نمیده. این دقیقاً همون چیزیه که سازنده های مواد میانش استفاده میکنن و اعتیاد رو توی جامعه راه میندازن. این فیلم نکته اولش اینه که خیلی قشنگ میاد نشون میده. یعنی میبینیم که با دوز نیمه شروع میکنن و هر چی میره جلوتر میبینن نه نمیشه، میخوان بیشترش رو تجربه کنم، میخوان ببینم بهترش چجوری میشه و هی دوزه میره بالاتر و در آخر ما میبینیم که تامی چجوری خودش رو میبازه. یعنی این اعتیاد، این الکل میاد زندگیشو به فنا میده. آبروش جلو همه میره، کارشو از دست میده، خنده هاشو ازش میگیرن، دانش آموزه که خیلی دوست داشت، اون پسری که انگاری داشت باش خیلی ارتباط میگرفت بالاخره و خلاصه که همه چیزای خوب زندگیشو این الکل ازش میگیره و در آخر میبینیم که چقدر اون صحنه غم انگیزه وقتی که توی قایق داره میره و یه دفعه میبینیم که دیگه نیست و همزمان با این زندگی بقیه دوستاش هم داریم میبینیم که چجوری اونام دارن پیش میرن و هنوز به این مرحله نرسیدن. خیلی قشنگه این قضیه. خلاصه که دیدیم این خیلی مهمه، تامی توی دریا از بین میره، یعنی دریا تامی رو از فیلم ما میگیره. آخر فیلم سکانسی که میبینیم لحظه ای هستش که مارتین میره توی دریا. خیلی حرفای قشنگی در مورد همین یه لحظه زده میشه. بیشترینش هم و چیزی که به نظر خودم خیلی منطقی جور در میاد اینه که مارتین توی شرایط خیلی سردرگمی قرار گرفته. همسرش معلوم نیست باش برگردن، یه پیام داده بهش دارن برای تن شده ولی طلاق گرفتن، معلوم نیست اصلا بخوام برگردم به هم یا نه. بچه‌ها حاضر نیستن حتی باهاش صحبت بکنن چون آبروشون رو جلوی بقیه برده. دانش آموزای مدرسه‌اش که انگار خیلی بهش انرژی میدادن دیگه اون مدرسه نیستن، تموم شده دوران درس خوندنشون و مارتین قراره از اول انگار شروع بکنه.
در همین حال یکی از بهترین دوستاش تامی رو هم دست داده. خلاصه که فیلم تو این فراز و نشیب های فیلم از 0.5% الکل شروع میکنه و تا آخرین حدش هم میره و الان به این مرحله رسیده. تو این سردرگمی تو این برزخ قرار گرفته و بالاخره برای آخرین بار با ته دلش میرقصه، یعنی خیلی خوشحاله، خیلی زندگیش خوب شده انگاری، با اینکه اصلا حالش خوب نیست، انگار یه رقصی که میخواد غمهاشو بیرون بریزه، میخواد تمام بدیهای زندگیشو برای چند لحظه فراموش کنه چون حسابی رفته بالا، حسابی مست، و در آخر خودشو میندازه توی دریا، دریایی که رفیقش ازش گرفته بود، یعنی اونم داره تو همون دریای غرق میشه که تمام دوستاش الان توش افتادن. این به نظرم یکی از بهترین برداشت‌های فیلم بود که دیدم خیلی هم منتقدان سرش اتفاق نظر دارن. خلاصه که به نظرم خیلی قشنگ میاد این بحث رو به هم دیگه ربطش میده و علاوه بر اون میاد فاکتورهای رو امان نشون میده که باعث میشن یه نفر سمت این جور چیزها بره. فاکتورهای از جمله همون افسردگی، خانواده‌ای که ازت راضی نیستن، اینکه نمیتونی با دیگران ارتباط بگیری، اعتماد به نفس پایین، اینکه جوونیت یه جوری بودی الان یه جور دیگه شدی، تمام اینا به نظرم کنار هم دیگه قرار میگیرن و در نهایت آدمو سمت انادر راوند سوق میدن، یا یه دونه شات دیگه. انادر راوند بازم میگم یکی از بهترین فیلم‌های دنیا شناخته شده توی این چند سال اخیر، کلی هم جایزه برده و قراره یه ریمیک آمریکایی هم ازش بسازن که قطعا به نظرم افتضاح میشه چون تمام ریمیک‌ها اینطوری بوده. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. توی کانال زاپاس یعنی گلاسیا گیم جوین بشید، یه سری پست دارم قرار میدم که یه بازی خیلی خفنم این اواخر بود. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. روزتون هم گلاسیا.